مبانی طراحی دو با کانال من گرداره آرت. امروز میخوایم طراحی چهره رو در یک ساختار کاملا هندسی و چند ضلعی طراحی کنیم برای درک بهتر سایه ها روی چهره. اول دایره ای به شعاع 4.5 سانتی متر رسم میکنیم، قطر عمود افق اون رو میکشیم و به 6 قسمت مساوی تقسیم میکنیم که هر قسمت 1.5 سانتی متر میشه. خب مراحل اولیه طراحی چهره در زاویه تمام رخ رو به شکل هندسی من قبلا آموزش دادم که لینکش رو بالای صفحه یا در قسمت توضیحات قرار میدم. اینجا خیلی سریع مراحل اولیه رو طراحی میکنیم و بله، خط چشم، خط ابرو، خط مو و بینی رو مشخص کردیم که مربع بین دایره رو رسم کنیم. در شروع هم حتما باید تقسیمات چشم رو انجام بدیم چون بقیه اندازه ها از اندازه چشم ها شروع میشه. پهنای بینی، پهنای چانه که الان در تصویر هست، بلندی چانه هم که از ابرو تا بینی که از خط بینی اندازه رو میزنیم و بلندی چانه مشخص میشه، خط لب، فرم فک، استخوان فک و اینجا این خط اضافه هست که یعنی اضافه شده به این طراحی که پیشونی رو در واقع نصف میکنم از فاصله بین ابرو و خط مو. خط گونه های اطراف صورت که فرم بدیم به ساختار چهره و این هم طراحی هندسی بینی که تمام اینها در آموزش های قبلی هست. بله به این شکل. پهنای سر بینی همونطور که گفتم از عنبیه چشم بزرگتر، یعنی یک دایره‌ای که بزرگتر از دایره عنبیه چشم هست میشه سر بینی، پس به همون نسبت هم سر بینی خط پهن‌تری داره. از چانه، دو طرف چانه به خط مو وصل میکنیم که هم پهنای لب مشخص میشه و هم جای شکست ابرو. الان هم چند ضلعی چشم رو ترسیم میکنم. از ابتدای سر ابرو وصل کردیم به جای شکست ابرو و خطی که در تقسیمات قطر از سمت پایین هست رو در نظر میگیریم برای چند ضلعی حجم چشم به این شکل که بتونیم برجستگی زیر چشم رو هم بکشیم. همطور که میبینید من خطکش رو جوری قرار میدم که خطوط توی مسیر همدیگه و موازی کشیده بشن. به این شکل خطهای کوچیک موازی هستن با خطهای بزرگ روبروی خودشون. بله، ساختار زیر چشم، برجستگی در واقع زیر چشم هست و فرم محدوده چشم در این چند ضلعی قرار میگیره، خودش هم باز به شکل چند ضلعی و فاصله بین ابرو و چشم رو هم که بالای این محدوده میشه الان در تصویر دید. بله، پهنای لب رو هم مشخص میکنیم که خط گونه رو هم رسم کنیم از گوشه های خط لب و فاصله بین بینی تا زیر لب رو باید به 4 قسمت مساوی تقسیم کنیم. میتونید چشمی انجام بدید برای اینکه محدوده خالی بین لب و بینی رو بکشیم. لب بالا به این شکل و لب پایین رو هم قرار میدیم. پهنای خط پایین لب بزرگ یا لب پایین به اندازه پهنای سر بینی میتونه باشه. بله، این خط منظورم هست. به همین شکل قسمت چانه رو هم اول نصف میکنیم و مجدد نصف رو نصف میکنیم در قسمت بالا زیر لب که سایه فرو رفتگی و برجستگی زیر لب رو و در نهایت به پهنای چانه وصل میکنیم.
خطای کناری گونه رو هم میکشیم به این شکل از گوشه چنزلی چشم به استخوان، در واقع به خط لب یا همون استخوانی که فرم فک رو نشون میده. فاصله بین خط مو و خط نصف پیشانی رو نصف میکنم و از خط چشم به اون نقطه وصل میکنم. بله، خط نصف پیشانی و از نقطه خط چانه به شکل زبدر به شروع ابرو وصل میکنیم و پیشانی رو هم چنزلی میکنیم به این شکل. خودتو کمی پررنگ کردم و الان هم جای گوش رو قرار میدیم. به این شکل از خط چشم به خط ابرو وصل میشه، یک خط صاف کوچیک و در نهایت به خط بینی وصل میشه و بله به این شکل هر دو طرف. این هم طراحی چنزلی گوش و تقریبا چهره در فرم چنزلی اینجا تموم میشه. خطوط بالای پیشونی رو هم وقتی میخوایم به قسمت حجم بالای سر برسه، خط رو کمی زاویه دار رسم میکنیم که نشون بدیم سطح در واقع بزرگتر شدن جمجمه رو، خط گردن و کمی هم خط شانه ها رو رسم میکنیم. الان هم این وسیله رو که میبینید دست من در واقع منظریاب هست، روی اون یک چارت خاکستری هست و همینطور رنگ های مکمل. ما میخواییم از تونالیته های خاکستری استفاده کنیم برای اینکه سطح صورت رو سایه بزنیم و درک بهتری برای مسیر نور روی سطح صورت داشته باشیم. به فرض اینکه منبع نور از سمت راست هست، پس سایه ها در سمت چپ چهره تیره تر هست و به مرور به سمت راست چهره که میاد سایه ها روشن تر میشه. از شماره های 10، 9، 8 همینطور تا حد وسط شماره 5 استفاده میکنیم برای قسمت سمت چپ که تیره تر هست و شما به شکل کاملا تخت میتونید سایه ها رو طبق شماره ها طراحی کنید. برای قسمت روشن چهره من از مدادهای هاش استفاده کردم که در واقع گرافیت سختری داره و خود به خود مانع از پررنگتر شدن سایه ها میشه. شما میتونید همین کار رو انجام بدید. قسمت‌های زیر چشم و اطراف چشم کمی تیره تر هست و از شماره های 1 که خیلی سفیده، در واقع سفید هست، من ولی از شماره 2 بیشتر استفاده میکنم و برای اینکه این سفیدی ها رو بیشتر توی کار داشته باشم در نهایت از پاکان خمیری استفاده میکنم و تیرگی ها رو کم میکنم که در واقع هم فقط سطح کاغذ نباشه روی تصویرم، سفیدی کاغذ منظورم هست، و هم که یک سایه خیلی روشن به سطح طراحیم زده باشم. از پاکن خمیری استفاده میکنم، تیرگی اضافه رو برمیدارم. الانم از محوکن استفاده میکنیم، لبه های خطوط رو توی همدیگه کمی محو میکنم. شما هم میتونید این تمرین رو روی 5 کاغذ A4 انجام بدین که در حافظه تصویریتون ثبت بشه برای طراحی های بعدی که میخواین به شکل رئال چهره رو سایه بزنید و بدونید که چه اتفاقی برای سایه ها روی سطح صورت در این مسیر حرکت نور میافته. لطفا اگر ویدیو براتون آموزنده بود و از اون یاد گرفتین، لایک کنید، سابسکرایب کنید، من رو حمایت میکنید و تا آموزش های بعدی بدرود. متشکرم.